سوال کردن رسول روم از عمر. مرد گفتش که امیر المؤمنین، جان زبالا چون در آمد در زمین. مرغ بی اندازه چون شد در قفس، گفت حق بر جان فسون خواند و قصص. بر عدم ها کان ندارد چشم و گوش، چون فسون خواند همی آید به جوش. از فسون او عدمها زود زود، خوش معلق میزند سوی وجود. باز بر موجود افسونی چو خواند، زود و اسبه در عدم موجود راند. گفت در گوش گل و خندانش کرد، گفت با سنگ و عقیق کانش کرد. گفت با جسم آیتی تا جان شدو، گفت با خورشید تا رخشان شدو. باز در گوشش دمد نکته مخوف، در رخ خورشید افتد صد کسوف. تا به گوش ابر آن گویا چه خواند، کوچ و مشک از دیده خود اشک راند. تا به گوش خاک حق چه خوانده است، کو مراقب گشت و خاموش مانده است. در تردد هر که او آشفته است، حق به گوش او معما گفته است. تا کند محبوسش اندر دو گمان، آن کنم کو گفت یا خود ضد آن. همزه حق ترجیح یابد یک طرف، زان دو یک را برگزیند زان کنف. گر نخواهی در تردد هوش جان، کم فشاریم پنبن در گوش جان. تا کنی فهم آن معماهاش را، تا کنی ادراک رمز و فاش را. پس محل وح گردد گوش جان، وح چه ود گفتنی از حس نهان. گوش جان و چشم جان جز این حس است، گوش عقل و گوش زن زین مفلس است. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. این معیت با حق است و جبر نیست، این تجلی مه است این عبر نیست. ور بود این جبر، جبر آمه نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. جبر را ایشان شناسند ای پسر، که خدا بکشادشان در دل بسر. غیب و آینده بر ایشان گشت فاش، ذکر ماضی پیش ایشان گشت لاش. اختیار و جبر ایشان دیگر است، قطره ها اندر صدف ها گوهر است. هست بیرون قطره خرد و بزرگ، در صدف آن در خرد است و سترگ. طبع ناف آهو است آن قوم را، از برون خون و درونشان مشک ها. تو مگو کین مایه بیرون خون بود، چون رود در ناف مشکی چون شود. تو مگو کین مس برون بود محتقر، در دل اکسیر چون گیرد گوهر. اختیار و جبر در تو بود خیال، چون در ایشان رفت شد نور جلال. نان چو در سفره است باشد آن جماد، در تن مردم شود او روح شاد. در دل سفره نگردد مستحیل، مستحیلش جان کند از سلسبیل.
قوت جان است این ای راست خان، تا چه باشد قوت آن جان جان؟ گوشت پاره آدمی با عقل و جان، می شکافت کوه را با بحر و کان. زور جان کوه کن شق حجر، زور جان جان در انشق القمر. گر گشاید دل سرنبان راز، جان به سوی عرش ساست ترک ساز.